با درود بسیار خدمت همه شما یاران و همراهان و عزیزان و بینندگان ایران فردا، من به شما قول داده بودم تمام تلاشمو میکنم هر روز تصویر ما بهتر و ساده تر به دست شما برسه. هفته گذشته با تلاشای دوستان و همکارانم موفق شدیم این برنامه رو با سامسونگ پیاده کنیم. هر کس تلفن هوشمند سامسونگ رو در ایران داره دیگه بی دغدغه میتونه بدون نگرانی از ستلایت برنامه های ما رو ببینه. شرحش هم براتون دادیم در فیلم هایی که مرتب پخش میشه، شما میبینید چقدر ساده است. خود من برام 2 دقیقه طول کشید تا این کار رو کردم. و در این حال فقط مسئله تلویزیون سامسونگ نیست، تلفن سامسونگ، تلفن آیفون، تلفن بلک بری، ال جی ها، تمام تلفن های هوشمند. شما برنامه ایران فردا رو دارید زنده لایو دارید، عقب ماشین نشستید دارید میرید و تماشا میکنید، توی خونه سر کار دل تنگ شده برای یکی از برنامه‌های ما، خب حالا میرم یه ذره اینو نگاه میکنم برمیگردم، تکرارش هم که هست تو همیشه میبینید. بنابراین احتیاج نیست که خودتون رو به خطر بندازید و سطح لایت و یک گوشی تلفن سامسونگ یا اپل، آیفون یا از این تلفن‌های هوشمند بلک بری، تلفن‌های دیگه نوکیا غیره، همه تلفن‌های هوشمند البته میتونید برنامه رو ببینید و همینطور روی تلویزیون‌های منزلتون اگر سامسونگ باشه. دوستان من با کمپانی سامسونگ گفتگو کردن، 1 ماه اونا مراقبت کردن، برنامه‌ها رو دیدن و به این نتیجه رسیدن که تلویزیون ایران فردا شأن و جایگاه این رو داره که در تلفن‌ها و در گیرنده‌های تلویزیونیش حضور داشته باشه. بسیار خوشحالم. افتخاری بود برای همه ما و همکارانمون و همینطور تلاشی برای تسهیل دسترسی به برنامه‌های تلویزیون ایران فردا که حالا جا افتاده تو خونه‌هاتون. باورتون میشه؟ 2 ماه، 1 ماه و نیم، 2 ماه دیگه 3 سالمون میشه. عمر چقدر سریع میگذره و امیدوارم که این سالهایی رو که در خدمت شما بودیم اندکی توجه شما رو جلب کرده باشیم و دریافته باشید که این حرفها از سر سوز دل است. ولی ما نه با کسی جنگ داریم، نه قشون زعفر جنی داریم، نه صدام بهمون تانک داده، نه هیچ کدوم اینا نیست. ما دوست داریم جامعه‌ای داشته باشیم آزاد و آباد و سرفراز، جامعه‌ای که در اون بلوچ احساس نکنه که حقشو گرفتن، یک کرد هموطن سنی سوال نکنه چرا من نمیتونم وزیر بشم، هموطن عرب من، هموطن آذری من، ترکمن من، لور من، کرد من، بختیاری من، قشقایی من، کرد خراسانی من و همه ایلات، همه اقوام ایرانی احساس بکنن که متعلق به این آب و خاکن و این آب و خاک متعلق به اونهاست و از این 1,648,000 که در واقع ملک مشاع هست یا ملک مشاع هست سهمی هم اونها داره. بریم به سخنان شما گوش بدیم، سخنانی که حتی اگر بسیار تند انتقادی هم باشه به جان و دل می نشیند، که از دل برمی آید. گوش میدیم به نخستین پیام دهنده، نخستین بینندمون که برای ما پیام گذاشته. سلام به شما، خسته نباشید، میگم شب شما خیلی خوب باشه. با سلام به آقای دکتر نوری‌زاده. حالا گزارش 24 سپتامبر آقای مرداد فرمان از قاهره تا قاهره گوش کردید؟ به قول شما از رسانه بی بی سی که واقعی گفت واقعی منا ناشی جنگ عربستان در یمنه. مطلب دیگه در این برنامه فرمودید که مردم در سال 57 رادیو نداشتن، در سالی که 99% مردم رادیو داشتن تا در دهات و اخبار مرتب نوش میکردن. حتی در سال 32 در دهات رادیو 51 ما در دهات بودیم که با
واقعی 28 مرداد اتفاق افتاد که از این سنگ مرداد ادامه به فلسطین فاطمی پخش می شد از رادیو تا 28 مرداد. عرض کنم بعد از انقلاب، پس مردم بعد از انقلاب رادیو دار شدن. علامت سوال. خدا حافظ. من باز نفهمیدم داستان چی شد. تأثیر رادیو رو میخواستید بگید؟ من با شما موافقم، رادیو به گمان من هنوز هم تأثیرش خیلی زیاده، خیلی زیاد. به طور کلی رادیو که یک میدیایی که من خیلی دوست دارم، یه ارتباطی با شنوندش برقرار میکنه که تلویزیون این کار نمیتونه بکنه. گویین که تلویزیون الان کثرت بیشتری داره، مردم بیشتر بهش توجه میکنن، ولی رادیو، حرفه‌ای های رادیو مثل من رادیو رو رها نمیکنه. هموطن بعدی. الو سلام، مهدی هستم از کلگری کانادا. یه چیزی راجع به فیلم های سینمایی میخواستم بگم. اول هر فیلم سینمایی که شروع میکنیم، گوینده روی فیلم شروع میکنه به صحبت کردن درباره هنرپیشه ها و همه چی، و درست این موقعی که با صحنه ها چیز میشه و ما اول فیلم رو متوجه نمیشیم. اینی که اگه ممکنه قبلش این صحبت ها بشه بعد فیلم شروع بشه. خیلی متشکرم، خداحافظ شما. درود بر شما بانوی گرامی. چشمن به همکارام اینو تذکر خواهم داد. گاهی البته تیتراژ فیلم رو ما ازش استفاده میکنیم، به جز مواردی که اون نوشته من درباره فیلم یه خود طولانی تره و در نتیجه میاد روی اول فیلم. راست میگید، من سعی میکنم چنین اتفاقی دیگه نیفته. من خودم هم مشتری فیلم های خودمون هستم، میبینم، مقدمه رو مینویسم با علاقه. و چقدر سینما ایران خوب شده، چقدر خوب شده. پذیرایی ساده رو میدیدم، بعد فیلم خانم رخشان بنی اعتماد، قصه ها و چند فیلم دیگه همینجوری که فوق‌العاده فیلم های خوبی بود. هموطن بعدی. ایران فردای عزیز، بی نهایت اولا خوشحالم که موفق شدم با شما تماس بگیرم. خدای را سپاسگزارم. از مشهد مزاحم وقت شریفتون میشم. دوست عزیز، برادر عزیزم، آقای نوریزاده عزیز، استدعا میکنم به من یک تلفنی بکنن، یک زنگی بزنن که من بی نهایت با ایشون صحبت دارم. از طرفی من همون خانه پدری که ایشون میفرماین، ما ساکن همون خانه بودیم. خدا رحمت کنه پدر بزرگ ایشون رو، آقای نوریزاده، در کوچه دادگستری دست راست اون بالا خانه محضر شماره 3 داشت، بالای مغازه آقای سید هدایتی و اون سید چراغ ساز و کفاشی شاد. استدعا میکنم اگر به من محبت بفرماید، من سپاسگزار میشم. خدا رو بی نهایت باز شاکرم که موفق شدم که اقلا تماسی بگیرم و پیغامم رو بگیرم. شماره تلفن منزل من. خب حالا این دفعه شماره تلفن رو گذاشتید، پس بنده میتونم خدمت شما با افتخار زنگ بزنم، به یک هم محله‌ای پدر بزرگ و پدرم سلام کنم و از کوچه عدلیه بپرسم. ما وقت میگفتیم کوچه عدلیه اینجور، حالا کوچه دادگستری، چون روبروی محضر پدر بزرگم و پدرم بعدن دادگستری مشهد بود. من 3-4 سالم بود، مادرم این پتو رو روی شونه من مینداخت تو اون زمستونای سرد مشهد. پشت پنجره میشستم و بیرون نگاه میکردم، چون محضر پدر بزرگم بود بعد محضر پدرم، ولی خود اون حیات خونه ما بود و چه خانه بزرگ و زیبایی بود. و بعد اونجا میرفتم از این پشت، بعد این مجروح ها رو که دعوا داشتن میآوردن دادگستری و محضر کبرایی بود. روبروی همین منزلم که ایشون اشاره میکنه زیرش اون مغازه ها بود، میوه فروشی بود، بغلش هم یک قهوه خانه. یه مخورم داشتیم در مشهد، دو نفر خیلی مشهد معروف بودن، گروبان نعمت شاهی با اون موتورش و مخورم که میگو مخورم، مبارم، مکشم، اینجوری هم حرف میزن. حالا حتما به این دوستمون زنگ خواهم زد. ممنونم ازتون. هموطن بعدی.
جناب دکتر نوری‌زاده سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خسته نباشین. جناب نوری‌زاده، دکتر نوری‌زاده، من یه پناهنده هستم که تازه اومدم دانمارک و پول زیادی ندارم، ولی بر طبق چطوری صحبت کنم، آقای شهرام همایون تبلیغی کرد در رابطه با سدلیک که میتونه آدم بخره. من 250 ببخشید این خواهش میکنم صحبتهای تلویزیون دیگر اینجا نیارین. در این حال من سوگند یاد میکنم، من پیام ها رو نمیشنوم، ولی سوگند یاد میکنم که و واقعا دوست ندارم که اصلا راجع به این چیزا ما بحث بکنیم. هر تلویزیونی سیاستی داره، برنامه‌ای داره. این مدلی هم که شما گفتید، دو سه تن دیگه هم گفتن که همه گفتن پناهنده بودن و این به نظرم فراتر از یه حرف ساده است. میشه برای تخریب یادم آدم این کارا رو بکنه. به هر حال آقای همایون هم سالها زحمت کشیده، تلویزیونی داره و به خود مهربانتر دنیا رو نگاه کنیم. هموطن بعدی. با درود فراوان به جناب آقای دکتر نوری‌زاده عزیز، من دو هفته پیش پیامی برای جناب علی در مورد اهانتی رو که آقای سازگارا به سرافرازان پیام نوژه افسران دلیر در تلویزیون پارس کرده بودن خدمتتون عرض کردم. البته جناب علی پاسخی در ندادید. خب حقم با شماست، من حق رو به جناب شما میدم، همونطور که شما منصف هستید منم منصف هستم، چون این اتفاق در تلویزیون پارس افتاده بود و جا داره که در همون جا هم دادخواهی بشه و بنده به خاطر احقاق حق همقطاران عزیزم که جونشون رو برای آزادی ایران دادن و میدونستن که فتنه خمینی چه بلایی به سر ملت ایران خواهد آورد، اومدن قیام کردن. متاسفانه خائنین توده‌ای رو بستن اینا. بله من در تلویزیون پارس در دو برنامه شرکت کردم به عنوان مهمان و در رسانه ایران آریایی هم شرکت کردم به عنوان مهمان، در دو رادیو هم اومدم. این به اون به گوش هموطنان عزیزم و هم‌قطاران نظامی خودم رسوندن که ما نمیتونیم از کسانی که فتنه خمینی رو ببین. دوست من نظامی نازنین، من خودم چون نوژه‌ای ها رو خوب میشناختم، رضا حاج مرزبان که جز نزدیکترین دوستانم بود، تیمسار مهدیون، تیمسار محققی، جهانگیری، اینا رو همه رو میشناختم و حتی یکی از صحبتهایی که رضا مرزبان در دادگاهش کرد که برای بندم خیلی سنگین تموم شد، اشارش به این بود که با من جلساتی داشت. میدونم عزیزم، نگاه انسانها، آدم باید این آزادگی رو داشته باشه که هر انسانی صاحب نظره، نظری داره، نظرشو بگه و بعد اگه شما مخالف بودید نظر مخالفتون رو اعلام کنید. عنوان این که هر کی با خمینی بود، قربونت برم 90% ملت ایران با خمینی بودن، مگه یادمون رفته؟ من خودم تو همون مدرسه علوی ایستاده بودم، میدیدم بچه‌شو میآورد بالا، میگفت آقا یه توف بمال به سرش، آقای نقاشان یادشه، اونجا چای توفال چایای آقای خمینی رو میدادن به مردم مریضا بخورن که خوب بشن، مگه یادمون رفته؟ هما فرار یادمون رفته؟ مگه آقای فردوست و قره‌باغی رو یادمون رفته؟ سند تسلیم ارتش رو دادن. ببینید اینا رو یادمون باشه. یه ملتی دچار تب جنون شده بود و شاملو بسیار خوب میگه هیچ کس به کشتن خود این چنین بر نخواست که من به زندگی نشستم. حالا این وسط آقای سازگارا رو بچسبیم یا اون یکی رو، یا اینکه شما باورت نمیشه بنده رو هنوز اون اللهی ها جزو سران انقلاب میدونم. من یه روزنامه نگاری 25 ساله جز سران انقلابم. بگذاریم، حق شما محفوظه که نقطه نظر خودتو بگی در مورد خودتون، فرمودید تلویزیون پارس بود
و طبیعتاً تلویزیون پارس هم موظف حرفای شما رو پخش کنه. این یه اصول و مبنای کاره و فکر میکنم حتماً این کارو بکنه، اونم اگر چیزی در برنامه میبودی عزیزم باشه که نمادی از یک انسان متحمل و باورمند به آزادی بیان و عقیده است. هموطن بعد. درود بر شما. من به روز هستم از فرانسه تلفن میکنم. برای جناب آقای نوری‌زاده آرزوی عمری با عزت و سلامتی دارم و خیلی دوستشون داریم، هممون، خانوادهمون، دوستانمون. میدونیم که ایشون تنها عضو شایسته ای هستن که در مسند ریاست جمهوری ایران آزاد فردا آرزو داریم ببینیمشون و با هم بنای ایران نوین رو بدون دغدغه دینی رو پیریزی بکنیم. جناب آقای نوری‌زاده، چند وقت پیش پیغامی براتون ضبط کردم، ولی امروزه که داستان این واقعه اسفار عربستان سعودی پیش اومده و شما راجع به اینو صحبت میکنین، خیلی دور میشه از پیغامی که من براتون گذاشتم. پس به این نتیجه میرسیم که پیغام من خوانده نشده یا نادیده گرفته شده. میفرمید که پیغام ها رو شما گوش نمیکنید، ولی نمیدونم چجوری شده که یا راجبش صحبت کردین من برنامه‌تون رو از دست دادم. در صورت بر بار دوم دوباره دارم راجب این مطلبی که خدمتتون عرض میکنم صحبت میکنم. میخوام ببینم که این قانون حذف القاب و عناوین که در زمان رضا شاه کبیر و همچنین در زمان رضا شاه فقید از مجلس گذشت و قانون شد، حذف القاب و عناوین، این است که الان میبینم که مرتب از آقای دکتر و آقای مهندس استفاده میشه در جلوی از اسمای مردم و این به نظر من کار درستی نیست، زیرا این عناوین تحصیلی جزء اسما و مشخصات افراد نیست. اینو یه عناوین تحصیلی مثل یه دیپلم، پس با آقای مثلا حسین زیرکزاده هم باید بگیم آقای دیپلم زیرکزاده، یا کسی هم که ششم ابتدایی داره بگه آقای ششم ابتدایی محسن مثلا حسن زاده. این است که من خودم فارغ التحصیل دانشگاه هستم، من عقده نداشتن مدرک ندارم و استادت هم به کسی نمی کنم، ولی اگه این کار رو برداشته بشه از بین بره خیلی راحت ترید. اسم آدم ها رو بگید کافیه، آقای دکتر، آقای مهندس، کاری که الان در جمهوری اسلامی حالا با دلیل یا بی دلیل، با مدرک بی مدرک، و جلوی اسم هر کسی یا پشت اسم هر کسی یه عناوین یا فاقد یا دارا میذارن. این است که من نظرم این هستش که این بی دلیل نبوده که دو تا پادشاه گذشته ایران، دومی در زمان آقای هویدا، این کار انجام شد و حالا میبینیم که به اصل برگشته و این قانون توسط متاسفانه توسط چیز ما، دستگاه تبلیغاتی ما و جراید ما ملغا شده. بله دوست من، اجازه بدید کاملا پیامتون واضح و آشکاره. اولا القابی که در زمان رضا شاه مجلس به حذف اون رأی داد دکتر و مهندس نبود، لقب دوله و سلطنه و سلطان و غیره، این القابی که قاجارا کیلو کیلو میدادن و طرف میمرد بچه 8 سالش مثلا میشد مصطفی الممالک. حالا در این یه مورد درست بود، برای اینکه مرد وطن پرستی بود مصطفی الممالک، ولی به هر حال القاب دیگه اینقدر بد شده بود که حتی القاب و نشان شیر و خورشید دادن که چخوف یه داستان بامزه داره سر این ماجرا. اما این لقب دکتر و مهندس رو هم که بر این گذاشتن در دولت مرحوم هویدا که فقط دکترای پزشکی استفاده ازش بکنن، یه امر طبیعی بود در یک کشوری که استقصی داشت و نظم و نسقی داشت، خب این تصمیم هم گرفتن. اما در بیرون از کشور اینا لقب دیگه نیست، اینا بخشی از کاراکتر و اسم شخص شده. شما میگی مثلا وقتی نشستی صحبت داری میکنی میگی دکتر سنجابی، دیگه دکتر سنجابی، دکتر بختیار، این جزوی از وجود او و اسم او شده، یا مهندس بازرگان. این به این منزله نیست که شما اون داری اعتبار میدی یا لقب براش میذاری، نه، جزئی از هویت او شده. دکتر حسین فاطمی، اینا جای ایراد نداره، ما مشکلاتمون اساسی تر از این حرف هست. عنوان یک دکتر یا مهندس به کسی دادن
نه بر او می افزاید یا ندادنش از او کم می کنه. زبان محاوره است. اینجا هم فکر نکنید نیست، در همین اروپا و امریکا هم هست. محال کیسینجر رو همینجوری بگن، خیلی دکتر هنری کیسینجر میگن بهش، یا پی اچ دی شو کنارش میگذارن، کارتاشون رو که چاپ میکنن تمام با القاب کامله. ممنونم دوست من. هموطن بعدی. شیراز زنگ میزنم و من خیلی تشکر میکنم از برنامه خوب و خوبتون. به واقعا این برنامه همه رو، یعنی هر کی که علاقه داره به این برنامه تونسته با قلن روشنش بکنه. از آقای نوروزاده هم برادر عزیزم خیلی تشکر میکنم و من خیلی حرفها دارم، خیلی در دلها دارم، منتها چونم و هر وقت آقای نوروزاده میاد دیگه گفت از دل برود همه غم و غصه های من. قربان شما، خدا نگهدار. سپاسگزارم بانوی عزیز. درود به اهل شیراز، شیرازی های عزیز و اون کازرون به خصوص. زنگ زدم به یکی از هموطنان کازرونی که خواسته بود من بهش تلفن بزنم. باور کنید 5 دقیقه که حرف میزدیم فقط انرژی میداد و مهر، نه از من تقاضایی داشت نه چیزی میخواست. خیلی هم آدم در سختی هم زندگی میکرد، بی لطفی ها بهش کرده بودن، ظلم بزرگی 20 و چند سال پیش به او شده بود که همه عمر با او خواهد بود آثارش، ولی زبان به شکوه نگشود، فقط دعا کرد که روزی این روزگار سیاه به سر آید. درود به همه فارسی ها، استان فارس، البته بقیه استان ها مخلص شدم، نه همه رو میگم. چند تا شده الان؟ ما یه وقت 14 تا استان داشتیم، حالا نم 30-40 تا شده. همینجوری خراسان جنوبی و شمالی و رضوی و جاهای دیگر هم همینجوری استان کردن. زنده یاد فریدون امیر ابراهیمی، دوست عزیز ما، که من عجیبه یه انسان میره و آدم همش حس میکنه باهاش هست. هر روز با این آقای دوستام آقای بیگی صحبت یادمون میفته و از اون منطقه عبور میکنیم. این مرد نازنین در دل و یاد ما هست. درود بهش میفرستم، به بانوی گرامی، سام پسرش، دخترانش، پسر دیگرش، فرماندار کل بوئر احمدی و ممسنی شده بود. اینقدر این مقام بزرگ بود و فریدون جبهه ملی بود، از ملی ها مقام بزرگی بود. با اون بودجه کوچیک رفت اونجا رو زیر رو کرد، انقلاب کرد. حالا نگاه میکنی استاندارا و فرماندارا از چه نوع بمانند. درد آدم یکی دوتا نیست. هموطن بعدی. آقای نوروزاده سلام عرض میکنم، امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید و بیشتر روشنگری کنید در شبکه ایران فردا. من میخواستم شما بگم اون دسته از آدمایی که شما میگفتن عربیه فارسی، عربستان شبکه ای رو زده به نام الهاج که خودتون بهتر از من میدونی و تمامی ماهواره ها قابل دسترس هستی، چون من تمامی ماهواره ها رو دارم، نالسد، عرفسد، حاصفه، بیاسد و این کسانی که انقدر به شما انگ عربستان رو به شما میزدن، خود عربستان اومد این شبکه رو زد و این مشت محکمی بود در دهن یا به گویان جمهوری اسلامی که اینقدر شما رو متهم کرد به طرفداری از عربستان سعودی. مخلص شما بابک عبری هستم از تهران. سپاسگزارم بابک نازنینم. بله، شبکه حج که برنامه هایی به زبان فارسی داره و داشت و خب یه شبکه متعلق به دولت سعودی. هموطن بعدی من بفرمایید. دادخواه هستم خدمتتون بگم. شما در مورد سلیوری و اینها در اسلام صحبت کردید و بردهداری در اسلام، در اون اوائل اسلام هم خود حضرت محمد بردهداری میکرده و اگر شما این رو مطالعه بفرمایید خواهید دید که این داستان بردهداری از همان اول اوائل اسلام و توسط خود محمد انجام می شده و حتی
برده ها رو کسایی رو که به بردگی میگرفتن میفروختن، میگن که اینا رو میگوشتن و زنهاشون رو برمیداشتن. قربان شما، برنامه های خوبی دارید و امیدوارم که همیشه شاد و خرم و سرحال باشید آقای نوریزاده. سپاسگزارم. هموطن گرامیم، ببینید یه نکته رو من براتون بگم. در زمانی که ظهور اسلام، اون جامعه های اون زمان رو نگاه کنیم، صحبت از زنده به گور کردن دختران، نظام بردهداری به معنای مطلقش بود و حتی دلالانی که در حجاز زندگی میکردن و برده ها رو از آفریقا میووردن و میفروختن در بلاد شام، در مناطق دیگه. پیامبر اسلام یکی از کسایی بود که حالا میگم هر چیز رو باید در معیار خودش سنجید. آزاد کردن برده رو یکی از راه‌های تقرب به خدا دونست. این خیلی مسئله مهمیه. در اون شرایط و زمان پیامبری بیاد بگه که پیروان من اگر بنده‌ای رو آزاد بکنن نزد خدا مقرب‌ترن. و همینطور بلال حبشی برده مؤذن اسلام میشه و میاد به اسلام میپیونده و اون فداکاری ها رو میکنه و یکی از دلایل نفوذ اسلام هم همین بود که برده ها بهش پیوستن. بنابراین در مقایسه و مقارنه با مذاهب دیگر و آیین ها و تفکرات دیگر در این مورد اسلام خیلی رعایت میکرد که بردهداری رو نفی نکرد که یکی از اصول مسلم زمان بود و کاری هم پیغمبر نمیتونست بکنه. ولی تغییر روابط با برده و آزاد کردن برده رو به عنوان یک عمل پسندیده که پروردگار خیلی راضی میشه از اون توصیه کرد. هموطن بعدی. جناب ریزده، جناب شاهید، درود به شما. من از جنوب فرانسه به شما زنگ میزنم. افسر سابقه اطلاعاتی هستم که در کمیته مشترک ضد خرابکاری با جناب آقای سرشته همکار بودم. ایشون سمت مربیگری به همه افسرها داشتن. الان برنامه یادها، نامها و یادهای آقای شاهید رو دیدم، بسیار خوبه. از جهت اینی که مسئله تاریخ همکاری ساواک و اطلاعات شرح داده می شد، مسئله که کمی باعث نگرانی میشه برای افسرانی که شاهد این مسائل بودن این استش که وقت کم این برنامه باعث شدش که مقداری از صحبت‌های آقای سرشته حتما بعد قیچی شده و بعد به هم چسبیده شده، به ترتیبی که فرضاً این جریان صرافی و چک‌های تضمینی جعلی کمی آبکی شد و قطعاً کم بوده وقت باعث این مسئله بوده. استدامون از آقای شاهید این است که در اول برنامه آینده ایشون خودشون اعلام بکنن که هر کدام از این ماجراها، داستانها هفته ها و ماه ها طول داشته تا به نتیجه برسه و ظرف چند ثانیه نمیشه که حق مطلب بیان بشه و نتیجه طوری میشه که مثل همین جریان جعل و دستگیری اون شخص و اینها کمی باعث نگرانی میشه که حق مسئله به جا نیامد. سپاسگزارم دوست عزیز. آقای شاهید همونجور که خوش توضیح داد با آقای سررشته چندین جلسه صحبت کرده. مسئله کمبود زمان نیست، دست ایشون بازه. با افرادی که گفتگو میکنه معمولا کسایی هستند که تا حالا صحبت نکردن یا کم صحبت کردن و مجال رو مفتوح براشون گذاشته هر چه میخواهد دلتنگشون بگوین. و اینی که آقای سررشته حرفاشون رو زدن، من برنامه دیگرشون هم که قرار پخش بشه دیدم، نگران از اون بابت نباشید، مطمئن باشید که جامع و کامل حرفها بیان خواهد شد. بیننده عزیز بعدیمون. با سلام و درود خدمت تمامی دستندرکاران ایران فردا.
علل خصوص آقای دکتر نیری. آقای دکتر نوری‌زاده، من شما را بسیار دوست دارم، ولی بسیار هم از تلویزیونتون کله دارم، به خاطر اینکه چرا فقط پیامایی که جواب آنسانانی ندارن و اغلب در تعریف و توصیف شما و برنامهاتون هستند پخش میکنید و آن تعداد از پیامایی که مملو از حقیقت و حقانیت است و جوابهای سختی را از شما میطلبد پخش نمیکنید. مثال، برای چی از زندانیان مدنی آذربایجانی که به خاطر مطالبه حقوق اولیه‌شون مانند زبان و مادری، دریاچه ارومیه و غیره به حبسه های طولانی مدت محکوم شدن سخنی به میان نمی آورد؟ و از فعالین سیاسی آنها که در خارج از کشور حضور دارند برای برنامه هاتون دعوت نمی کنید؟ چرا از مظلومیت و کشته شدگان اقوام و سایر ملیت هایی که در عراق و سوریه کشته می شن به دست داعش و غیره مثل ترکمن ها صحبت نمی کنه، فقط از کرد ها صحبت کنه؟ تا به حال چندین بار حضرت عالی ترکیه را متهم به حمایت از گروه های تروریستی در سوریه کردیم، ولی از کنار آمدن دوستان کرد شما در سوریه با ارتش بشار اسد سکوت کردید. خب دوست عزیزم، من اولا بسیار شرمندم اگر پیامی بوده و پخش نشده. ببینید، من نمیدونم تا چه حد میتونم این رو باور کنم که شما در صدق من تردید ندارید و منو متهم به داشتن سوء نیت نمی کنید. باور کنید من پیام ها رو گوش نمیدم. پیام ها رو آقای آرش میفرستن، رامین میگیره و موقعی که من توی اتاق استودیو هم برای من پخش میکنه. هیچ پیامی رو من نمیشنوم مگر اینکه صاحب پیام اعلام کنه این پیام خصوصی است و صرفاً برای گوش آقای نوری‌زاده است. اونو آرش برای من مستقیم میفرست. من درباره حق و حقانیت تصور نمی کنم که نمیدونم. امیدوارم دچار بی‌عدالتی نشده باشم. امیدوارم. همه اقوام ایرانی برای من عزیزن. همشون. و دیدید. منتها بعضی از اقوام در صحنه مبارزه بیشتر رنگ دارن، پر رنگ ترن، به همین دلیل خب خبراشون بیشتر میاد. بعدم ما نماینده همه اقوام تو تلویزیون داریم، تو برنامه های سرزمین ما همشون شرکت میکنن و حرف میزنن. همین جمعه شما ملاحظه کردید آقای مهندس حسن شریعت مداری حضور داشتن و خیلی خوب حرف زدن. و بنابراین میخوام بگم و همینطور مصاحبه که با دکتر لاجوردی داشتم و راجع به حرفایی که با ایشون زدیم درباره همین رویداد اخیر آذربایجان، مرتضی نگاهی صحبتی کرد. یعنی واقعا در همه زمینه‌ها الان ما تقریبا از لحظه این برخورد هر روز ما ترانه آذری داشتیم و من در این تعمد دارم، برای اینکه بدون رژیم همه ایران سرای ماست و ما همه خود رو متعلق به ذره ذره ایران میدونیم. هیچ نوع تبعیضی نبوده. اگر موضوعی هم گفته نشده بگذارید به پای فراموش کردن یا بیتوجهی. باور میکنید من تو استودیو میام 20 تا برگ توش یاد داشت نوشتم، میرم بیرون، بعد رامی میگه آقا تو که 6 تاشو بیشتر نگفتی. نمیشه، ببخشید، از این بابت هم معذرت میخوام. در مورد ترکیه، ببینید دوست من، کردها یه بخشیشون از وحشت داعش و بیمهری ترکیه است که یه جاهایی با رژیم اسد کنار اومدن، چون میگه حداقل اون بهشون کاری نداره. جنایات داعش رو که ما دیگه زیر انکار نمیتونیم بکنیم. کمک ترکیه رو هم به جبهه نصرت نمیتونیم انکار کنیم. آقای اردوغان سیاست های غلطی داره، سیاست های خطرناکی داره بعضن که دودش به چشم خودش داره میره و مردم ترکیه. من اینو انتقاد کردم، ولی قطر هم داره حمایت میکنه از جبهه نصرت و میدونید نزد من چه جایگاهی داره. پس این نیست که من با ترکا بدم. نه، یعنی چی؟ مادر خود من ترکه، یعنی چی بدم با ترکا؟ پدرش زنجانی بوده و
للهی که ما رو بزرگ کرد ننه مریم خانم عظیمی ترک بود. تمام کودکیمون سرشار از واژگان ترکی. مساهرت با کردها کردیم، خیلی با ترکا کردیم، با کردها کردیم. بنابراین تو زندگیمون اصلا قومیت ها این نبوده که با این قوم نزدیک نشو با اون بشو. ما هممون اینجوری بار اومدیم عزیز من. بیننده بعدی جناب نوریزاده عزیز، هم مدرسه عزیز، پس از سلام و عرض ارادت به خصوص، من و دوستانم خیلی مشتاق هستیم که این خانم لیلا سامانی رو که اینقدر لطیف فکر میکنه و زیبا می نویسه بیشتر معرفیش کنید. قیابان از ایشان، آقای سفریان و همه همکارانتان، به خاطر واقعا برنامه های وزینتون واقعا بی نهایت متشکریم، از همه متشکریم. خواهش دیگر این که لطفاً آقای نوریزاده، خواهش میکنیم این کاریکاتورهای زشت و بدقواره که تون تون میدون از برنامه فیلمیم سخن حذف کنیم، که نه لزومی داره نه چشم را مینوازد. کلام آخر این که ببخشید نبته این جسارته، ولی شما چرا عینک پنسی نمیزنید مثل آقایان دکتر ظریف و دکتر صالحی؟ آدم دوست داره تو چشم گوینده مستقیم نگاه کنه. این فریم های عینک شما زیاد پهنه و تمرکز آدم از بین میبره. از اون سخنان پرمغز و بی نظیر شما حیفه واقعا. البته این جسارت منو میبخشین. به قول خودتون، به امید آن که اون شعر قشنگی که فرمودین دوباره بنفشه باشد و یاس خانه پدری، شما رو به خدا میسپارم. ممنونم، هم کلاسی من عذرخواهی میکنم که جسارت کردم بهتون. نه اسمتو نگفتی، هم کلاسی نازنین من، صدات خیلی به گوشم آشنا بود. لیلا سامانی فوق‌العاده نویسنده خوبی است. همین یه مقاله اخیراً نوشته بود توی گویا نیوز چاپ کرد و رفتم و چقدر مقاله زیبایی بود. بعد کارهایی که اینجا میکنه درخشانه، درجه یکه و بسیار میبالم از اینکه او حضور داره. حتماً انشالله اگر سفری به لندن کردن در خدمتشون خواهیم بود در برنامه. و همینطور اشاره شما به فریم عینک بنده چشم. گاهی اوقات من میام تو استودیو دو تا عینک با خودم میارم، سه تا، که کدومشو بزنم؟ رامین کدوم بهتره؟ رامین میگه این بهتره. چشم، عینک فریم بیرنگ هم خواهم زد، چون چند دیروز زده بودم، نه روز پنجشنبه تو برنامه، بیرنگ بیرنگ و بیدور چشم، حتما این کار رو اطاعت خواهم کرد. بله، در حال گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است و من سیر که نمیشم، ولی به خدا قسم دلم میخواد همه ی پیام های شما پخش بشه. حالا یه خبر دیگه بهتون میدم، فکر کنم از این خوشحال میشه. از اول دسامبر جز برنامه هایی که داریم یکیش اینه، پیام های شما اگر در برنامه من پخش نشه، در طول هفته زمانی رو گذاشتیم که مرتب پیام های شما همه پخش بشه و بعد من در پایان هفته میام و به بعضی از این پیام ها پاسخ میدم. فکر کنم اینطوری خیلی خوب باشه، همه تون پیاماتون پخش میشه و میشنوید، ما هم میشنویم، بعدم متهم نمیشیم که پیام ها رو انتخاب کردیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده تا هفته آینده همین جا همین ساعت همه شما را به پروردگار عاشق می سپارد.